و بعد در مورد اونها که ایرادگیری میکنن زیاد از میان خود فقرا هم البته ما برخورد میکنیم که بعضی ایراد میگیرن که چرا فلان کس چنین چیزه. برن آدم شدن یه امریست تعلیق به محاله، اینو ما بدانیم، خیال نکنیم که فلان درویش مثلا یه بد کاری کرده به بد بکنه، من آدم خوبی هستم، امتحان برای من پیش نیامده، امتحان پیش میاد اون بعد پته همه رو آب میفته، خدا نکرده. که میبینیم درویشانی که علماء تراز اول اسلام بودند، حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام در مقابل امتحان نه تنها عاجز میشن بلکه مردود هم میشن، دوباره این رو میخوان، با عرض در رفتار نمیشه، با فضل رفتار میشه. آدم علیه السلام رو بر نگذیده بودن چرا؟ مگه در بهشت نبود؟ بل در بهشت بود. مگه پیغمبر نبود؟ پیغمبر بود که پیغام گرفت که به بهشت رفت. رستگاری براش پیش آمد. تا موقعی امتحان پیش نیمد بود، خیلی آورش خوب بود. خیلی خوب بود. خوب بندگی میکرد. خوب مطاعت میکرد. ولی به همون بندگی و اطاعت بر ملائک در دلش غنج ایجاد شد، فخر فرو، و شاید هم درخت منهی همین بود که اگر توفیق به تو عطا شد ما بود بر دیگران فخر بفروشیم. این یک از درخت منهی است، یک از میوه های منهی است. اگر توفیق عطا شد بر دیگران فخر نفروش و دیگران را به دیده تغییر نگاه نکن.